یه تبلت تو رنج قیمتی 12-13 میلیون تومان با کلی قابلیت جذاب تا 3 روز برای شما شارژ نگه میده. رقیبای سیم کارت خورش همشون بالای 20 میلیون تومان. توی روز اصلا نمیتونید باش کار بکنید. یکی از نقاط قوتشه، خیلی هم خفن نقاط قوت. سلام همه دوستان. امروز اومدیم براتون ردمی پد رو آنباکس بکنیم. از فروشگاه میدات میدات آیار برامون فرستادن توی برج تماس که فروش اقساطی هم دارن، میتونید ازشون خرید بکنید. بخش اول بسته‌بندی یه جعبه سفید داره، بریم بازش کنیم آخرش چیه. فرنگیز هم اینجا برگشته بهمون. پیداش کردیم بالاخره و توی ویدیوها دوباره حضور داره. قاب پشتی دستگاه تو بخش طراحی یه فریم آلومینیومی کاملا تخت داره. اینم براتون بکنم. وزن شارژش از 5 گرمه و تو سه رنگ نقره‌ای، سبز و نوک‌مددی عرضه شده که سبز دیگه آخه چه رنگی. داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. اوه خدای سبزش هم بد نیست، سبزش قشنگ. اشتباه کردم، ببخشید. در جلو یه دونه صفحه نمایش 10.6 اینچی داریم که حاشیه‌اش هم نسبتاً زیاده. قسمت چپش هیچی نداریم. قسمت بالا دو تا اسپیکر داریم که اینجا دالبی اتموس هم نوشته و دکمه پاورشه. قسمت راست یه دونه میکروفون داریم، خشاب رم داریم و بالا پایین کردن صدا و در پایین یه دونه ورودی درگاه تایپ سی و دو تا باز اسپیکر، یعنی 4 تا اسپیکر. تو بخش کارای کیفیت اول میریم سراغ صفحه نمایش. تو بخش صفحه نمایش یه پنل 10.6 اینچی داریم، رزولوشن 2K IPS که کیفیت خیلی خوب بهتون میده. عمق رنگ 10 بیتی 1 میلیارد رنگ رو هم بهتون نشون میده. فقط یه مشکل داره، اونم اینه که روشنایش تا 400 نیت بیشتر نمیره که این باعث میشه که شما توی روز 100% تو نور روز باهاش به مشکل بخورید. از نظر هرتزش هم 90 هرتزیه، ولی تا زمانی که تاچش نکنید برای اینکه مصرف باتری بیاره پایین 60 هرتز بهتون میده. این صفحه نمایش یه خوبی داره، اگر بخواید تصویر رو 2K تماشا بکنید پشتیبانی میکنه، شما میتونید یه فیلم رو پلی بکنید ادیتش کنید. ببینید سراغ بخش بعدی، یعنی باتری این تبلت که یکی از نقاط قوتشه، خیلی هم خفن نقاط قوتشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو استفادهای معمولی تا 3 روز برای شما شارژ نگه میداره. اگر که مداوم میخواهید باهاش فیلم نگاه بکنید تا 14 ساعت میتونید این کارو بکنید و اگر بخواید باهاش بازی بکنید صبح تا شب تقریبا تو 6 7 ساعت براتون شارژ نگه میداره، میتونید باهاش بازی کنید که این خیلی جذابه. فقط یه مشکلی داریم، شارژش 22.5 واتیه که توی نیم ساعت میتونه 25% گوشیتونو شارژ بکنه و توی 2 ساعت و 20 دقیقه میتونه فول شارژش بکنه. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی یکی دیگه از جذابیت این دستگاه، اونم اسپیکراشه. 4 تا اسپیکر داره که صدای استریو برای شما پخش میکنه. قابلیت دالبی اتموس داره. صداش بلندیش خیلی خوبه. در کل صدای با کیفیت و تفکیک شده بهتون میده. فقط تو نهایت صدا یه ذره حالت دیسورد شدگی رو داره. یه ذره بیسش کمه. در کل اسپیکراش خیلی خفنه. بخش بعدی یعنی امنیت. تو بخش امنیت خیلی ضعیف عمل کرده. فقط تشخیص چهره داره. اثر انگوش اسکر اثر انگوش نداره و باید مثل قدیم گوشیتونو باز بکنید یا عدد بزنید یا تشخیص چهره. میریم سراغ بخش بعدی این دستگاه، یعنی دوربین این دستگاه. این دستگاه دو تا دوربین 8 مگاپیکسلی داره، یه دونه تو سلفی و یه دونه در پشت قرار گرفته. طراحیش که خیلی قشنگه، بال قرار گرفته، ولی از تبلت نباید کلا انتظار دوربین خیلی خاصی داشته باشه. همین که کارتون راه بندازه اوکیه که این کارم انجام میده. ولی اگه انتظار کیفیت و یه چیز خیلی های کوالیتی دارید، از این تبلت نمیتونید اون انتظار رو داشته باشید. کلا زیاد نمیبینم توی تبلت و دوربین خفنی کار بذاره. فیلمبرداری این دوربین 1080 سی فریم که البته به خاطر اینکه لرزشگیر نداره توی حرکت تصویر جالبی بهتون نمیده. بهتره که توی حرکت ازش استفاده نکنید و جای ثابت این کار رو انجام بدید. دوربین سلفیش هم دقیقاً مثل دوربین اصلی، یعنی دوربین اون برش خیلی چنگی به دل نمیزنه، مثل همونه. انتظار پورتری گرفتن و اینا ازش نداشته باشید، ولی کارتون رو توی ویدیو کال کاملا راه میندازه و خب چون برای ویدیو کال ساخته شده اصلا یه زاویه 105 درجه هم بهش دادن که بتونه تصویر وایت تری رو به شما بده که این جذابش میکنه. در کل پکیج دوربینش بد نیست، ناامیدتون نمیکنه، کارتون رو راه میندازه، ولی انتظارم نباید ازش داشته باشید. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی سخت افزار. یه دونه پردازنده هلیو G99 رو این دستگاه با رم 3 4 یا 6 گیگ که 3 شو اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم. حافظش هم 128/256 داره از نوع UFS 2.2. علاوه قدرت بخوام بهتون بگم، هلیو G99 عملکردی تقریبا مشابه با اسنپ دراگون 680 داره. اگه توقعتون رو یکم از دستگاه بیارید پایین، حتی بازی کالاف و رو کیفیت مدیوم میتونه ران بکنه، ولی خب میگم خیلی نباید انتظار عجیب غریب ازش داشته باشید. آقا توی بخش نرم افزار شما دستگاه رو که روشن میکنی یه دونه اندروید 12 روشه و یه دونه MIUI 13. البته
همون لحظه که به اینترنت وصلش می‌کنی می‌تونی آپدیتش بکنی و اندروید 13 رو هم بگیری. شیائومی گفته تا میوای 15 هم آپدیت می‌کنه، هچ امنیتی هم تا 3 سال فکر می‌کنم میده. بریم سراغ ارزش خرید. نقاط مثبت و منفی. نقاط مثبت، طراحیش به نظر من خیلی جذابه. شارژش خیلی خوب می‌مونه و این جذابش می‌کنه. اسپیکرش اسپیکرای خیلی جذاب و خوبی داره. 4 تا اسپیکر داره سریوش بی‌نظیره. قدرت پردازش خوبی هم داره و صفحه نمایش 90 هرتز هم برای این تبلت به نظرم خوبه تو این رنج قیمتی. خب نقاط منفی، اول اینکه خب بزرگترین مشکلش اینه که سیم کارت نمیخوره. اگه تبلت سیم کارت خورد میخواد که کلا اصلا این به درتون نمیخوره. جک 3.5 میلیمتری نمیخوره که اینم باز یکی از معضلاتیه که داره. شارژش یعنی شارژرش خیلی ضعیفه و خیلی زمان زیاد طول میکشه که شارژ بشه. تو زمان کم شارژ نمیشه و اینم یکی از مشکلات شرطی که باتریش قویه. و نور صفحه نمایش، اینم به نظرم مشکل بزرگیه. توی روز اصلا نمیتونید باش کار بکنید. میتونید اذیتتون میکنه. خب بریم ببینیم ارزش خرید داره یا نه. ببینید چون از سیم کارت پشتیبانی نمیکنه و همچین نقطه منفی داره، این باعث شده که قیمت این تبلت خیلی بیاد پایین. الان در حال حاضر که من دارم اینو بررسی میکنم حدود 12 13 میلیون تومانه که رقیبای سیم کارت خورش با این قابلیت ها همشون بالای 20 میلیون تومانه که این تبلت رو جذاب میکنه، مخصوصا اگه بیشتر و وای فای استفاده میکنید تو خونه یا تو شرکت دارید باش کار میکنید و به نظر من خیلی جذابه. ولی اگر که میخواهید بگیرید نسخه 3 گیگرمش رو نگیرید، چون قابلیت اسپیلت این تقسیم اپلیکیشن ها رو نداره، چون رمش نمیکشه. یعنی 3 گیگش رو نگیرید خیلی بهتره. در کل حتما نظرتون رو برام کامنت کنید توی کپشن. میخوام بدونم که به نظر شما این تبلت خوبه یا نه. گزینه دیگه ای دارید حتما پیشنهاد بدید. خیلی مخلصیم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. مرسی که لایک و کامنت میکنید. مرسی برای دوستاتون میفرستید. اگه تو یوتیوب هم دارید میبینید و منو سابسکرایب ندارید، همینا سابسکرایب بزنید. تکرار